بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. آماده سازی 100,000 پرس غذا برای توزیع میان ایتام و نیازمندان. محکومیت و حرمت شکنی مسجد الاقصا از سوی سازمان مسلمان آزاده. ادامه واکنش های جهانی به منع کار زنان از سوی طالبان در افغانستان. و سازمان ملل متحد خطاب به حکومت نظامی میانمار، خشونت علیه روهینگیا را متوقف کنید. با سلام بر سید و سالار شهیدان و سلام بر شما، من محمد محمدی هستم. شما بیننده اخبار شیعه از شبکه امام حسین علیه السلام هستید. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دام از لوح در شهر مقدس کربلا طرح آماده سازی 100,000 پرس غذا برای توزیع میان ایتام و نیازمندان را آغاز کرد. گفته می شود این طرح با همکاری سازمان IHC اجرا می شود و قرار است در طول ماه مبارک رمضان ادامه داشته باشد. در همین راستا عبدالصاحب الکشوان مدیر مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام طی اظهاراتی گفت ما از ابتدای تأسیس مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام همواره تلاش کرده ایم با عمل به توصیه‌ها و رهنمودهای آیت الله العظما شیرازی دام از لوح در مسیر توسعه طرح‌های انسان دوستانه و نیکوکارانه گام برداریم. وی در ادامه افزود امسال نیز مانند سالهای قبل و زیر نظر حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی محمدی تلاش کرده و می‌کنیم که با آماده سازی 100,000 پرس غذا و توزیع آن در طول ماه مبارک رمضان شادی و سرور را در دل خانواده‌های ایتام و نیازمند وارد کنیم. الکشوانی همچنین گفت در کنار این طرح به فکر برگزاری مسابقه‌ای همراه با پرس‌های غذایی رمضانی نیز افتاده‌ایم. شایان ذکر است که تعدادی از مؤسسه های وابسته به دفتر آیت الله العظما شیرازی و برخی از نیکوکاران نیز در تأمین بودجه مورد نیاز برای آماده سازی این 100,000 پرس غذایی مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام را یاری می کنند. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده با صدور بیانیه رسمی حرمت شکنی مسجد الاقصا توسط نیروهای اسرائیل را به شدت محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسیده آمده ما در سازمان جهانی نفی خشونت پایمال شدن حقوق شهروندان فلسطینی توسط اسرائیل را محکوم کرده و ورود نیروهای اسرائیل به مسجد الاقصا و حرمت شکنی مکان مقدس را به شدت محکوم می‌کنیم. این بیانیه در ادامه افزود متاسفانه ما شاهد ادامه این رفتارها در ماه مبارک رمضان هستیم. این وضعیت امر را بر کشورهای مختلف جهان واجب می‌کند که به حکومت افراطی تل‌آویو فشار بیاورند تا این گونه رفتارهای وحشیانه و حرمت شکنی‌ها را متوقف کند. سازمان مسلمان آزاده همچنین در بیانیه خود آورده باید با هدف حمایت از غیر نظامیان هرچه سریع‌تر این گونه رفتارها متوقف شود، زیرا در صورت عدم توقف درگیری‌های مسلحانه یک بار دیگر آغاز خواهد شد و بحران انسانی بدتر و وخیم‌تر خواهد شد. در ادامه واکنش‌های جهانی به ممنوعیت کار زنان در دفتر سازمان ملل متحد، بخش حقوق بشر این سازمان تصمیم طالبان در این خصوص را نفرت‌انگیز خوانده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعلام کرده است که منع کار زنان در این نهاد آخرین اقدام از مجموعه اقدامات طالبان بوده که حقوق و آزادی‌های زنان و دختران در افغانستان را تضعیف کرده است. از زمان به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در سال 2021 چندین کارمند زن سازمان ملل با محدودیت‌هایی از جمله آزار و اذیت و بازداشت مواجه شدند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد در پی ممنوعیت کار زنان در این سازمان در افغانستان نشستی را پشت درهای بسته برگزار کند.
از سوی دیگر و پس از ممنوعیت فعالیت کارمندان زن توسط طالبان، کارمندان مرد سازمان ملل متحد در افغانستان برای همبستگی با آنها در محل کار حاضر نشدند. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری. آماده سازی 100 هزار پرس غذا برای توزیع میان ایتام و نیازمندان. محکومیت حرمت شکنی مسجد الاقصی از سوی سازمان مسلمان آزاده. ادامه واکنش های جهانی به منع کار زنان از سوی طالبان در افغانستان. در ادامه رئیسی و سفر به عربستان سعودی، فعالان شیعه خواستار مذاکرات برای احیای حرم ائمه بقی شدند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای رفتار و عملکرد حکومت نظامی میانمار علیه مسلمانان میانمار را محکوم کرد. این کمیته همچنین خطاب به حکومت نظامی میانمار خواهان توقف فوری خشونت علیه روهینگیا شد و این خشونت را اقدام و رفتاری غیرقانونی نامید. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین خواهان احترام به حقوق غیر نظامیان و احترام به حقوق بشر از سوی حکومت نظامی میانمار شد. لازم به ذکر است جمعیت قابل توجهی از مسلمانان روهینگیا از سال 1982 میلادی هویتشان از سوی حکومت میانمار سلب شده و به دلیل نداشتن هویت و مدارک ثبت احوال از همه حقوق خود محروم هستند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه خود خواستار تأمین حقوق همه شهروندان این کشور از نژاد، دین و هر مذهبی در میانمار شد و از سازمان‌های بین‌المللی خواست برای رسیدگی به جنایت‌های مرتکب شده از سوی حکومت نظامی میانمار و شناسایی عاملان این جنایت‌ها وارد عمل شوند و با برگزاری دادگاه‌های بین‌المللی همه عاملان را محاکمه و مجازات کنند. قابل ذکر است ارتش میانمار که قدرت را در یک کودتای نظامی در این کشور در دست گرفته تا کنون چندین بار با جنگنده و تانک و دیگر ابزار نظامی غیر نظامی ها را مورد حمله قرار داده و هزاران زن و کودک و افراد مسن را نیز به قتل رسانده و جنایت های زیادی را مرتکب شده است. هزاران شهروند غیر نظامی میانماری از جمله روهینگیا نیز به بهانه های مختلف در زندان‌های این کشور به سر می‌برند که بسیاری از آنها زندانیان سیاسی به شمار می‌روند. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. با پیشرفت چشمگیر تکنولوژی هوش مصنوعی در چند سال اخیر، ساخت و توسعه ربات‌های قاتل نیز پیشرفت بسیار زیادی داشته، به طوری که اخیراً ربات‌های فوق پیشرفته تولید شده که با استفاده از هوش مصنوعی قادر به شناسایی هدف مورد نظر و به قطع رساندن آن را دارد. در پی این پیشرفت، درخواست‌های بین‌المللی برای توقف ساخت و توسعه ربات‌های قاتل مطرح شده و سازمان‌ها و مؤسسه‌های مدافع حقوق بشر از جمله سازمان حقوقی بین‌المللی هیومن رایتس واچ خواهان توقف فوری ادامه ساخت و توسعه این ربات‌ها شد. آژانس بشردوستانه سازمان ملل می‌گوید که در یک هفته اخیر نزدیک به 100 هزار نفر بر اثر سیل در سومالی آواره شده و 21 نفر جان باختند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد OCHA در بیانیه اعلام کرد که منطقه باردهه در جنوب سومالی بیشترین آسیب را از باران‌های شدید و سیل‌های ناگهانی دیده است. این سازمان هشدار داد که ممکن است سطح آب در رودخانه‌های شابل و جوبا افزایش یابد. پاکستان از هند خواسته است تا موج فزاینده اقدامات اسلام‌هراسانه و نفرت‌انگیز علیه مسلمانان را مهار کند.
ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، روز چهارشنبه 15 فروردین طی کنفرانس خبری از افزایش هشدار دهنده خشونت علیه مسلمانان در هند شدیداً ابراز نگرانی کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از هند خواست تا گام‌های قابل توجهی برای حمایت از مسلمانان بردارد. وی با استقبال از بیانیه سازمان همکاری اسلامی در این زمینه خاطر نشان کرد که افزایش وحشتناک اسلام هراسی در هند نتیجه دستور کار اکثریت هندوتوها و گسترش ضد مسلمانان در سیاست هند است. جاوید سنگدل افغانستانی تبار توانسته است در انتخابات پارلمانی سوئیس در ایالت ژنو چهارمین و بیشترین رأی را کسب کند و به پارلمان این ایالت راه پیدا کند. گفته می شود این انتخابات در تاریخ 2 آوریل سال جاری میلادی برگزار شد و آقای سنگدل توانست از میان 690 نامزد که از 13 حزب سیاسی خود را کاندیدا کرده بودند چهارمین و بیشترین رأی را کسب کند. این برای نخستین بار است که یک شهروند افغانستانی مسلمان و یک آسیایی به پارلمان سوئیس راه پیدا می کند. این پارلمان دارای 100 کرسی است که اعضای آن برای یک دوره 5 ساله انتخاب می شوند. دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامذله در مزار شریف در شمال افغانستان از توزیع 12 پارت گوشت قربانی میان شیعیان این شهر خبر داد. گفته می شود این گوشت های قربانی که در راستای عمل به توصیه ها و رهنمود های معظم الله صورت می گیرد بین خانواده های ایتام و نیازمند شیعه توزیع می شود. ریانا شبل پناهجوی 21 ساله‌ای که از سوریه به آلمان پناه آورده بود پس از 8 سال پناهندگی در این کشور در سن 29 سالگی شهردار منطقه کوچک در این کشور شد. انتخاب ریانا شبل به عنوان شهردار جدید منطقه استرزهایم در آلمان توجه ها را به خود جلب کرد. بر اساس آمار فعلی 2507 شهروند ساکن این منطقه هستند. اشبل در سال 2015 میلادی در پی وقوع جنگ در سوریه از کشورش فرار کرد. به همت اداره مهندسی و عمرانی آستان مقدس علوی علیه السلام عملیات ساخت پارکینگ چند طبقه‌ای در نزدیکی حرم مطهر مولای متقیان حضرت علی علیه السلام آغاز شد. این پارکینگ به مساحت 60,000 متر مربع در ضلع جنوبی حرم مطهر قرار دارد و با هدف خدمت‌رسانی بیشتر به زائرانی که قصد دارند با خودرو شخصی به زیارت بیایند ساخته می شود. پس از توافق 10 مارس 2023، 19 اسفند 1401 در پکن و تماس تلفنی وزارت خارجه ایران و عربستان، خبر دعوت از ابراهیم رئیسی برای سفر به عربستان مراحل بهبود مناسبات دو کشور را وارد مرحله جدیدی کرده است. از سوی دیگر، بازسازی حرم بقی، خاصه جوامع شیعی در سرتاسر دنیا، به ویژه مقلدین حضرت آیت الله العظمی شیرازی در هند و افغانستان و سایر بلاد است که انتظار می رود در گفتگوی طرفین به آن پرداخته شود. سعید بهاری گزارش می دهد. تا صحبت از احیای روابط ایران و عربستان می شود، اذهان عمومی در جوامع شیعی فارغ از مناسبات سیاسی بار دیگر مهمترین خواسته خود را مرور می کند. از آن سخن میگویند و برایش هشتگ و دلنوشته ترند میکنند. بازسازی حرم ائمه مدفون در بقی. پس از آنکه با میانجیگری جمهوری خلق چین یخ روابط میان ایران و عربستان پس از 7 سال کم کم رو به آب شدن رفت و پس از تماس تلفنی وزرای خارجه دو کشور، حالا خبر دعوت ملک سلمان پادشاه عربستان از ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران برای سفر به عربستان سعودی این روند بهبود مناسبات دیپلماتیک را وارد مرحله جدیدی کرده است.
در دیماه 1394 پس از اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه مخالف نظام سعودی، جمعی از طرفداران نظام ولایت فقیه در تهران و مشهد به سفارت عربستان حمله کرده و آن را به آتش کشیدند. بلافاصله پس از این حمله روابط دیپلماتیک دو کشور قطع و سفارتخانه ها بسته و سفرای ایران و عربستان به کشورهای مطبوع خود فراخوانده شدند. در طول دو سال اخیر به میانجیگری مقامات عراقی گفتگوهایی برای رفع سوء تفاهمات میان ایران و عربستان در بغداد انجام شد که نهایتاً نتایج آن در توافق پکن رونمایی گردید. جنگ نیابتی ایران و عربستان در یمن و حملات موشکی و پهبادی حوثی‌های مورد حمایت نظام ایران به آرامکو و امارات تنش میان دو کشور را به اوج خود رساند. به علاوه آنکه اظهارات مقامات دو کشور این بحران را در طول این 7 سال تشدید می‌نمود. هرچند جزئیات توافق پکن و وعده بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور رسماً اعلام نشده، اما پرونده‌های متعددی از مناقشات ریز و درشتی میان دو کشور حل نشده باقی مانده است و در آینده باید منتظر ماند و دید چگونه این مناقشات در مجرای دیپلماسی به ایستگاه پایانی خواهد رسید. در میان مناقشات و اختلافات دو کشور بیشک مطالبه برحق بازسازی بقیع و احیای امکان زیارت قبور متبرک امامان مدفون در آنجا نمیتواند از گزینه‌های مذاکرات رئیس جمهور و مقامات ایران با مقامات سعودی کنار گذاشته شود. به ویژه آنکه علما و مراجع شیعه در قم و نجف، خصوصا مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی نیز کراراً آن را مورد تأکید قرار دادند. جوامع شیعی در سراسر دنیا همواره پیگیر بازسازی بقیع بوده و هستند و فعالان شیعه انتظار دارند این آرزوی دیرینه‌شان در صدر گفتگوها قرار گیرد. سعید بهاری، اخبار شیعه. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن برلین با ما همراه هستند. سلام، وقت شما بخیر. منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان. درخواست مذاکره برای بازسازی بقیع تا چه میزانی دستیافتنی است و آیا پیش بینی می‌کنید برای این موضوع مذاکره شود؟ این توافقی که بین ایران و عربستان انجام شده در واقع در ابتدا بیشتر موضوعاتش سیاسی بوده و به خصوص هدف اولیه جمهوری اسلامی برداشتن فشار از روی خودش حداقل در منطقه بوده. از این جهت میشه گفت که برای جمهوری اسلامی فعلا موضوعات مذهبی در اولویت نیستن و فعلا موضوعات منطقه و درگیری‌های سیاسی و در وهله بعدی هم فعالیت‌های اقتصادی در اولویت هستند تا بتونه یک مقدار وضعیت خودش را سامان بده. اما اگر روابط به سمت بهبودی بره و مثلا اون وضعیتی بشه که در دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود، ممکنه که موضوعات مذهبی هم وارد بشه، همونطور که در دولت آقای هاشمی رفسنجانی و بعد از اون در ابتدای دولت آقای خاتمی درباره این موضوعات مذهبی و موضوع بقیع هم مذاکراتی انجام شده بود و دولت عربستان یک سری نرمش هایی را انجام داده بود. الان هم اگر به هر حال روابط پیش بره و به سمت بهبودی بره، ممکنه که این وضعیت پیش بیاد، ولی هنوز اولویت مقامات جمهوری اسلامی موضوعات مذهبی نیست. برای بازسازی بقیع چه راهکارهای عملی رو پیشنهاد میدید؟ قاعدتا این موضوع باید به یک اجماعی هم در بین روحانیون شیعه تبدیل بشه و به خصوص روحانیونی که بر روی حکومت میتونن اعمال نظر بکنن و بعد از طریقی در روابط دو کشور انعکاس بکنه. از این جهت اگر اون اجماع رخ بده، ممکنه که این موضوع قابل دستیابی باشه و بشه به صورت جدی پیگیری بشه. ممنونم از شما. احسان مهرابی از برلین با ما همراه بودند. مروری دوباره به سرخط خبرها. آماده سازی 100,000 پرس غذا برای توزیع میان ایتام و نیازمندان.
محکومیت حرمت شکنی مسجد الاقصا از سوی سازمان مسلمان آزاده. ادامه واکنش های جهانی به منع کار زنان از سوی طالبان در افغانستان. سازمان ملل متحد خطاب به حکومت نظامی میانمار، خشونت علیه روهینگیا را متوقف کنید. رئیسی و سفر به عربستان سعودی، فعالان شیعه خواستار مذاکرات برای احیای حرم ائمه بقی شدند. تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت، یوتیوب و اینستاگرام اخبار شیعه ببینید. همچنین میتونید رخدادهای شهری کشورتون رو به شماره روابط عمومی اخبار شیعه ارسال کنید. به پایان این بخش خبر رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا علی، خدا نگهدار.